به برنامه گفتگوی جهانی خوش آمدید. رهبران اتحادیه اروپا گرد هم میآیند تا درباره بودجه بلند مدتی گفتگو کنند که بناست کمیسیون اروپا آن را مدیریت کند. این بودجه شامل هزینه احیای اقتصادی است که برای رویارویی با بحران ناشی از بیماری کووید 19 در نظر گرفته می شود. مهمان امروز ما ماریو سنتنو رئیس یورو گروپ است. ممنون که با ما هستید. از دعوت شما سپاسگزارم. شما چند روز پیش از سمت وزیر دارایی پرتغال استعفا دادید و نیز برای ریاست دوباره یورو گروپ که اوائل ماه ژوئیه خواهد بود هم نامزد نشدید. چرا نخواستید که در مقابله با بحران اقتصادی ناشی از این بیماری همگیر در سمت قبلی خودتان بمانید؟ خب دلیل سیاسی مشخصی ندارد. دوره ریاست من در یورو گروپ و همینطور کار من در سمت وزیر دارایی پرتغال تمام شده است. فکر می‌کنم در دو سال و نیم گذشته دستاوردهای بسیاری داشتیم. کاری که در ماه آوریل امسال کردیم نشان می‌دهد که این گروه خوب عمل می‌کند و در مبارزه با بحران متمرکز است. پس انتخاب من کاری طبیعی بود. آیا واقعیت این نبوده که حوزه یورو پیشرفت چندانی نکرده و یورو گروپ هم قدرت اجرایی چندانی نداشته تا نتایج مشخص تری بگیرد؟ ما در یونان و در زمینه اصلاح توافق سازوکار ثبات اروپا دستاوردهای زیادی داشتیم. در ماه اکتبر طرحی را تایید کردیم که پیش زمینه بودجه مشترک حوزه پولی یورو شد. همان طرح حالا اساس برنامه احیای اقتصادی کمیسیون اروپا شده است. معتقدم ما ثابت کردیم که یورو گروپ برای اروپا بسیار مهم است و من از نتایجی که گرفته ایم بسیار خوشنود و خرسندم. یورو گروپ برای مبارزه با بحران اقتصادی کووید 19 سه ابزار پرداخت وام به ارزش کلی 450 میلیارد یورو تدارک دیده، اما این طرح چندان جلب نظر نکرده. آیا تاکنون کشوری از اعضا بوده که به این کمک ها متوسل بشود؟ تا همین جای کار بانک سرمایه گذاری اروپا از شماری نهادها پشتیبانی مالی کرده و این کار تقریباً اجرایی شده است و من مطمئنم که از 200 میلیارد یورو ضمانت مالی بانک سرمایه گذاری اروپا کاملاً استفاده خواهد شد. یکی دیگر از این ابزارهای کمکی وامهای ویژه کمک به کارگران و کارکنان کشور هاست و تعدادی از اعضای اتحادیه از کمیسیون اروپا خواستند تا از این وامها بهره‌مند بشوند و بخش کاریابی و استخدامشان را تقویت کنند. و سومی نیز همان سازوکار ثبات اروپاست که نوعی پشتیبانی مالی از دولت هاست. باید گفت بازارها در حال حاضر واکنش بسیار بسیار خوبی به این تصمیمات دولت‌ها و اتحادیه اروپا داشتند. نقدینگی زیادی در جریان است و دسترسی به بازار بدون دشواری انجام می‌شود. اما بانک مرکزی اروپا برنامه‌اش را توسعه داده تا بدهی‌های عمومی را با پرداخت 600 میلیارد یورو جبران کند. پس شما بسیار مطمئنید که بازارها نگران نابسامانی این سوی جهان نیستند؟ پاسخ بانک مرکزی اروپا جزی از پاسخ مشترک ماست. از زمان آغاز این بحران، بانک مرکزی اروپا بودجه 1.5 تریلیون یورویی را به برنامه حمایتی خود افزوده است. چنین کاری پاسخی است بسیار محکم که برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی بسیار لازم است. برای همین به همه میگویم اروپا دوباره برگشته و این بازگشت بر پایه طرحی اروپایی صورت گرفته است. شما درباره طرح احیای اقتصادی که کمیسیون اروپا مطرح کرده گفته اید باید تمرکزمان بر کیفیت هزینه کردن باشد. اما بحث داغی در گرفته که چقدر از این کمک ها باید وام باشد و چقدر کمک بلاعوض. در نهایت چه میتوان کرد که هم کشورهای موسوم به صرفه‌جو قانع شوند و هم آنها که توسعه طلبند؟ مذاکره در این زمینه دشوار خواهد بود. این قطعی است. اما مشترکاتی برای چانه‌زنی هست. طرح نهایی قطعاً ترکیبی از وام و کمک بلاعوض خواهد بود. به هر حال توصیه کمیسیون این است. اما ما باید بر دو چیز متمرکز باشیم. نخست، این کمک ها مشروط است. یعنی شامل هزینه های قبلی و نقل و انتقالات مالی دائمی که از قبل در کار بوده نمی شود.
این سرمایه ایست که باید صرف تغییرات بنیادین در بخش اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال اروپا بشود. این نکته بسیار مهم است و باید روی آن متمرکز باقی بمانیم. دیگران که ترویکایی در این زمینه در کار نیست، یعنی قوی تریم چرا که انعطاف پذیرتر و متحدیم. فعلا اول راهیم، اما از کجا بدانیم که اعضا با تغییرات سیاسی پس از انتخابات یکی دو سال بعد این تعهدات را رعایت می کنند؟ دائما تکرار میکنم تا مردم یادشان باشد که ما قبل از بحران کووید 19 هماهنگترین دیدگاه های مالی را در سراسر اروپا داشتیم. پس تعهدات انجام میشد. کشورها آنها را رعایت میکردند. برای 5 سال متمادی اصل کاهش خطر واقعا در کار بود. هماهنگی برای اجرای طرح احیای اقتصادی بر عهده کمیسیون اروپا است، اما خود من نیز کاملا مطمئنم که یوروگروپ همچنان نقش بسیار مهمی را در هماهنگ سازی سیاست‌های اقتصادی حوزه پولی یورو ایفا می‌کند. فکر می‌کنید به این زودی‌ها، یعنی در چند سال آینده، اروپایی‌ها خواهند پذیرفت برای پرداخت بدهی‌های مشترکشان نظام مالیاتی مشترکی داشته باشند؟ ما در حال حاضر یک امکان تاریخی داریم تا از طریق کمیسیون اروپا موقتاً بدهی مشترکی تعریف کنیم، که البته در زمانی طولانی تر، یعنی مثلا در طول 20 تا 30 سال آینده کاملا پرداخت خواهد شد. از منظر اقتصادی و سیاسی کاملا معقول است که این بدهی مشترک را با منابع خودمان هماهنگ کنیم. پس باید با هم کار کنیم تا برای کل اتحادیه منابع تازه درآمد پیدا کنیم. این ایده بسیار جذاب هم در کار است که این منابع را دقیقاً به پایه‌های فرایند احیای اقتصادی، یعنی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد سبز گره بزنیم. پس اگر این دو بخش ماجرا را به هم وصل کنیم، شهروندان اروپایی بسیار ساده تر این طرح را خواهند فهمید. آقای سنتنو، ممنون که در گفتگوی جهانی شرکت کردید. Thank you, Isabel.